خب دوستان، من میخوام امروز در مورد لباسهای لور صحبت کنم. خیلی بعض دوستان سوال پیش اومده تو گروه ها که میپرسن که چه لباسی داشته باشیم، آیا اینکه ما از لباس پرستیژ 5 کپی برداری کنیم درست است یا نیست. خب خیلی مواقع میتونه درست باشه، خیلی مواقع میتونه غلط باشه که معمولا غلط هست. ما معمولا 3 نوع لباس داریم: لباس های جنگی، لباس هایی که برای سرعت ساخت و سازه، لباس هایی که برای بیمارستان و هیلینگ استفاده میشه که هم سرعت درمان هستش. همیم الان به دونه اینا رو دونه دونه توضیح میدیم. ما وقتی وارد لباس ها میشیم، ما دو نوع لباس داریم. یکیش از این ست هاست که تا جدیدن باز شده. ما 3 نوع ست داریم که مرسی ست، بریوری ست و کانکوست ست هستن. اولیش خب دستیافتنی تر مرسی ست، دومی فقط بازیکنایی که خیلی تلاش کنن میتونن به دست بیارن. این کانکوست ست با شرایط الان بخوره به دست آوردنش سخته، حتما باید پک بخریم. من استفاده از این ست ها به صورت عمده رو پیشنهاد نمی کنم، مگر برای کسایی که لول لارتون پایین تر از 35 هست. برای کسایی که 35 یا 40 هستن یا 43 هستن اصلا فایده نداره، به جز یکی دوتا مورد که الان توضیح میدم. خب اولین لباسی که میخوام توضیح بدم لباس شمشیر هست. از لول پایین 35 شروع میکنیم. برای لول 35 معمولا خب قلعه‌ای که انتظار داریم قلعه 26 تا 30 هست، یا نهایتا پرستیژ 1. خب برای همچین قلعه هایی من این لباس پیشنهاد میکنم، باکتوس بتل اکسه که هم روی اسبه. از تا قبل اینکه پرستیژ 5 بشین یکی از بهترین چیزهای حمله هستش. برای کسی که لولش بالاتر باشه لول اکس آف مارس هم خوبه. من لباس لانگبو رو برای قلعه های زیر پرستیژ 5 پیشنهاد نمی کنم، به خاطر اینکه سیج یا منجنیق تو پرستیژ 5 و آرچر خیلی قوی میشن و این باعث میشه که وقتی شما شیفت میکنین درصد نیروهاتون رو اون بیشتر بکشن. اما تا قبل پرستیژ 5 من باورم بر اینه که روی اسب باشه بهتره. اگه 43 دارین و پرستیژ 5 نیستین، قطعا پیرلسور از همش بهتره. حالا چه رنگی باشه؟ بنفش باشه، قهوه‌ای باشه یا طلایی باشه؟ خب بستگی به سطح کینگدامتون داره. کینگدام جدید قهوه‌ای کافیه، اما کینگدام این قدیمی حتما باید طلایی باشه. کینگدام خب کینگدام یه تقریبا جدیدیه، زیاد به اون صورت قدیمی نیست. بخاطر همین حالا مال من میکس قهوه‌ای و طلایی. اگه اینم که میبینین که بنفشه، بخاطر اینکه دارم لباس میسازم که اینو بکنمش 43، بخاطر همین این لباس دوممه. و همیشه نهتون باشه شما بیشتر از یک دست لباس نیاز دارین. برای پیرهن من پیشنهادم به شما برای لول 35 ما 3 تا داریم که یکیش مارش سپید، انفنتری اتک و هیلینگ. خب این زیاد فایده نداره، این اویل وولف پلیت از همش بهتره که هم 3 تا اتک داره، هم پیاده نظام، هم سواره، هم آرچر. حالا برای لول 40، لول 40 هم دوباره یه دونه ستایی داره، متور آرمور که این هست، اینم خیلی خوبه، اینفنتری کاولر آرچر. حالا نگاه کنید این خودش وقتی به لول 43 میرسه از اینفنتری که پیاده نظام هست میندازه رو سیچ، چون دیگه وقتی شما به پرس 43 میرسید معمولا پرس 45 این که دیگه پیاده نظام اونقدی براتون کشدار نداره. و حالا میرم نوبت بعدی کفش است. کفش تا قبل از 43 هیچ باف جنگی به شما نمیده، به خاطر اینکه این باف جنگی به ما نمیده ما میتونیم توی این ست ها دنبالش بگردیم ببینیم چیزی هست که اون اتک بده، که مثلا اینه که دو تا اتک آرچر رو سیج داره. خب میتونیم از این استفاده کنیم توی این شرایط اگه 43 نیستیم. توی این دست نگاه کنیم، توی این دست به ما سیج و کاوالری میده. خب این بهتره، سیج و کاوالری از اینفنتری مثلا بهتره و 9% این 9% هم کمک بزرگی میتونه بکنه. اما من که لرد لول 43 دارم به من 18% آرچر میده. 18% آرچر به من از اسب خیلی مهمتره. ما اونجا دو تا 9% بمیدیم، اینجا که 18%، این 18% برام خیلی مهمتره.
میایم به دراگون گلس. دراگون گلس خب بستگی در چه دورانی باشه. وقتی که شما میخواین جنگ کنین حتما باید بنفش، قهوه‌ای، یا اگه کسی هم طلاییشو داره از طلایی 25 یا 30 استفاده کنه. یادمون باشه که 25 باف دفاعی داره و 30 نداره. و به خاطر همین من خودم 25 رو به 30 بیشتر ترجیح میدم. به خاطر اینکه تعداد کشتار منو میاره پایین در حالی که مال طرف من بره بالا. اما 30 کشتار طرف میره بالا، مال من نمیره بالا باشه چون دفاعم ضعیف میشه. توی کلاه خدا، کلاه خودم یکی از مهمترین لباس هاست. خب تو اینجا نگاه کنیم، ما اینجا یه خورده آسونه دیگه. 35 اکثرا همه بریگار ماسک انتخاب میکنن. چرا؟ چون پیاده نظام آرچر سیج داره. برای لول 40 ما لول 40 نگاه کنیم، اسب بریم، آرچر داریم و منجنیق. خب این از همشون بهتره. ما اینجا اینفنتری و کاوالری داریم که این دوتاست بیشتر، اما اینجا ما 3 تا مهاجم داریم که این جمعش میشه 30، این جمعش میشه 45%. پس این 45% حتما بهتره. برای لول 43 این، خب 43 اینفنتری کاوالری سیج داریم که این 3 تاشون خیلی خوبه. اگه امکانش هست کسی لول 43 داره اینو بسازه از همش بهتره. همونطور که میگم من 43 اینو طلاییشو دارم و یه دونه دیگه هم برای بنفششو دارم که برای مال تروپلوه که وقتی میخوام فارم بزنم راحت تر باشم. البته زیاد لباس خوبی نیست این 35 که من دارم، باید حتما تغییرش بدم. این 35 که من دارم برای شلواره به اصطلاح لگ آرمو. برای لول 35 این باف جنگی نداره دیگه، کاملا سلیقه‌ای میشه. من پیشنهادم طوریه که هیلینگ استوید آپ خیلی خوبه چون تو دراگون کمپین و چیزای دیگه استفادهش زیاده. من لول 40 من این بود، آمازون گیتر قهوه‌ای بود که الان شکستمش تا بهم از این بلوپرینت هایی بده که بتونم به 43 بسازم. این یکی از بهترین ها چون هم بیمارستان بالا میکنه، هم درصد 36-37% سرعت درمانه. برای 43 اگه من بخوام بسازم که 43 اینو نمیسازم، من بخوام که فقط یه سرعت درمان اینجا داره، یه سرعت درمان اینجا و بقیهش سرعت های ساخت و سازن. من میام توی این لباس های اکویپمنت ست از براویری ست میخوام اینو بسازم که بهم 9% آرچر، اینفنتری و کاوالری میده، یعنی پیاده نظام، سوار نظام و آرچر که همون تیر تمون زن میشه. حالا برای انگشتر، انگشتر خیلی مهمه. این انگشتر نگاه کنید که از مهمترین کلیدی ها همین رینگ 40 که تا 100% بهتون میتونه تو درمان سربازا سرعت بده. اما وقتی میخواییم جنگ کنین این از همش بهتره. ساکرد رینگ از همشون قوی تره به خاطر اینکه سیج داره، آرچر داره، کاولیری داره. برای 35 هم همینه. برای 35 هم اینفنتری، کاولیری، آرچر، رینگ آف کریل تی که بیشتر نیروهای جلو رو قوی میکنن تا عقب، که برای 35 کاملا منطقیه. کسی که سرباز 9 یا 10 داره بدون اینکه پرسیج باشه باید بیشتر رو جلویش سرمایه گذاری بکنه، جلوی نظام سربازاش، تا بخواد به رده های پشت سربازا تقویت بکنه. یکی از علتی که من این صحبت میکنم اینه چون باشه ما پرستیج 5 میشین، پرستیج 3 میشین، قدرت دفاعی پیاده نظام شما به شدت خیلی میره بالا. گارد لول 10 که داشته باشین به شدت تماما از پس دفاع برمید. اما وقتی شما لول 10 بدون پرستیج 3 داشته باشین یا لول 9 داشته باشین که بعد برین گارد قاطیش کنین، گارد لول 7 قاطیش کنین، اون وقت شما دفاعتون فقط به پیاده نظام محدود نمیشه. تعدادی از اسباتون و احتمالاً تعدادی از تیر کمان زناتون که همون آرچر باشن هم درگیر میشن. به خاطر همین شما باید از جلو شروع کنین تقویت کردن. اما تو پرسیج 5 چون سربازا اسکیل جدید یاد میگیرن، این باعث میشه که این اسکیل جدید که یاد میگیرن دفاع یا حمله رو به صورت کامل انجام بده. دیگه خدمت شما عرض کنم که نتایج این حمله ها رو خب میشه
دید که مثلا این لباس ها چه جوری فایده داشتن. تو ریپورت من نگاه کنین اکثرا چه تو دفاع چه توی حمله خب کاملا قابل قبول بوده. مثلا یکی از اینا رو نگاه کنیم، تازه من اینجا سیجم پایین فقط آرچرم و با اسبه. من الان خب لباسم رو عوض کردم، من توی اینجا لباسم اینی که الان شما دیدین نبود، لباسم توی اینجا رو پیاده نظام و اسب 40 بود که اینجوری شده. با این حال ببینین 25 هزار تا من داشتم، 5 هزار تا کشته و 16 هزار 18 هزار تا من نیروی چیز داشتم، پیاده نظام پرسی 4 9 داشتم، 21 هزار تا کشته. حالا از اون لحاظ ببینین که من آرچرم 45 هزار تا 26 هزار تا کشته و حتی لیول 8ش 5 7000 تا 45 تا کشته. با حال که من درصد حمله سیج من پایین بوده، با پرستیج 2 هم بودن، ببینین کشتار خیلی خوبی داشته به نسبت درصدی که داره. خب برای امروز هم همین بود. تشکر میکنم از اینکه افتخار دادین ویدیو منو تماشا کردین.